خب دقت بفرمایید دوستان، بحث صفاتی که از مهمترین و پرکاربردترین بحث ها در هر زبان هست. صفت کلمه است که یک اسم رو توصیف میکنه، مثل خوب و بد و زشت و بزرگ و زیبا و اینها. اینا رو ما چطور در فارسی استفاده میکنیم؟ ما مثلا در فارسی میگیم کتاب خوب. خب یعنی اول کتاب رو میگیم بعد خوب رو میگیم. یا مثلا میگیم خانه بزرگ، اول خونه رو میگیم بعد بزرگ رو میگیم. در زبان فرانسه هم دقیقا همینطوره، یعنی صفت بعد از اسم میاد، به جز تعدادی از صفت ها که قبل از اسم میاد. صفاتی که شما در اینجا مشاهده میکنید صفاتی هستن که قبل از اسم میاد. این صفات چه صفاتی هستن؟ اینا صفت های ساده هستن، صفت هایی که خیلی کاربردی هستن، مثل کوچیک، بزرگ، زیبا، زشت، خوب، بد و غیره. اینها صفاتی هستن که قبل از اسم میاد. به جز اینا هر صفت دیگه ای که باشه باید بعد از اسم قرار بگیره. خب خواهش میکنم شما هم تکرار بفرمایید این صفات رو. خوب، بون یا بون. ببینید بون اولی بون هست و دومی بون، اونی که دوبل ان هست بون هست. اولی برای اسمای مذکر استفاده میشه، دومی برای اسمای مؤنث که در مثال ها میبینید. بون، بون. شما هم تکرار بفرمایید حتما. بون، 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 بون. یعنی در اولی در واقع حالت تو دماغی داره، ولی در دومی به صورت ان ما دقیقا تلفظ میکنیم. بون. اما زیبا، بو، اولی بو هست که ام نوشتیم، یعنی مسکوله برای اسمای مذکر، و دومی بل. بل زیبا ولی برای اسمای مؤنث استفاده میشه. مثلا اگه بخوام بگیم خانه زیبا باید بگیم لبل مزون، لبل مزون. اما اگه مثلا بخوام بگیم پسر زیبا باید بگیم لوبو گخسون، لوبو گخسون. پس بو برای اسمای مذکر، بل برای اسمای مؤنث. صفت بعد ژونتیل. دوستان عزیزم سلام، از همه شما دعوت میکنم به پیج اینستاگرام و همینطور کانال آموزشی تلگرام من وارد بشید. نکته جالب این هست که دوستان مطالبی رو که در این دو قرار میدم یکسان نیستن، یعنی شما میتونید مطالب آموزشی زبانهای مختلف رو در واقع در اینستاگرام و در کانال تلگرام من دنبال کنید، مطالبی که در واقع به صورت جدا هم من قرار میدم و یکسان و تکراری نیستن. اما عنوان هر دو اینها یکیه، یعنی هم اینستاگرام و هم تلگرام من علی کیانپور 1987 هست و به جز این دو هیچ پیج دیگه‌ای بنده دوستان ندارم، نه در اینستاگرام و نه در تلگرام. موفق باشید.